آشنایی با منوها و برخی از پنجره های محیط انسیس مشین در این قسمت از آموزش قصد داریم تا برخی از منوها و قسمت هایی که در محیط انسیس مشین نمایش داده میشه رو توضیح بدیم همونطور که در قسمت قبل گفتیم و با استفاده از مثالی که در قسمت قبل توضیح دادیم کاری که ما میخوایم در اینجا انجام بدیم اینه که یک سری از منوها مثلا منو فایل که برای ذخیره کردن و خروجی گرفتن از مدل و پاک کردن دیتا ها و بستن شبکه انسیس مشین کاربرد داره منوی ادیت برای داپلیکیت کردن، کپی و پیس کردن و دیلیت کردن و انتخاب موضوعات و پیدا کردن موضوعات کاربرد داره به طور کلی منوهایی که در محیط انسیس مشین وجود داره همون منوهایی هستند که در محیط دیزاین مدلر هم وجود دارن و ما میتونیم مثلا در منوی ویو همون فرمان هایی که در منوی ویو از مدل از محیط دیزاین مدلر وجود داشت رو مشاهده کنیم و برخی تغییراتی که مد نظر داریم رو در این محیط اعمال کنیم کاربرد آنچنان زیادی در اینجا از این منوها نمیتونیم دریافت بکنیم فقط یک فرمان اضافی داریم اینجا که به نام ران ماکرو هست فرمان ماکرو برای حالت های پیشرفته نرم افزار انسیس فلوئنت و کاربرد اون در حالت پیشرفته وجود داره که ما یک مجموعه نقاطی رو از طرف نرم افزار دریافت میکنیم ما بقیه فرمان هایی که در اینجا وجود داره که جزی از منو نرم افزار انسیس مشینگ هست برای نشان دادن سطو خطوط و همچنین سطوحی که مش خوردن برای نشان دادن احجام کاربرد داره برای جنریت کردن مش و برخی از فرمان دیگه که در آینده همه اینها رو به طور کامل و مفصل توضیح میدیم و یک سری فرمان های کاربردی در گوشه سمت راست این محیط همونطور که مشاهده میکنین صفحه XYZ و در وسط خط کش مشاهده میشه در قسمت پایین که مسیج زده خطاها و ارورهایی که این نرم افزار به ما میده رو نشون میده و در قسمت دیتیل آف مودلز جزئیات مدل رو از لحاظ مشینگ به ما نشون میده قسمت آوتلاینز که قسمت مهمی در نرم افزار انسس مشینگ هست برای نشون دادن فیلترها درخت طراحی که شامل گزینه جومتری مدل هایی که در نرم افزار دیزاین مدلر طراحی شدن یا اسپیس کلیم گزینه کوردینیت سیستم برای نشون دادن دستگاه مختصاتی مش برای نمایش دادن مش و نیم Selection برای نامگذاری سطوحی که در نرم افزار انسیس مشینگ به کار رفت در قسمت های بعدی ما قصد داریم که قسمت دیتیل of مودلز یعنی جزئیات مش رو به طور کامل و مفصل توضیح بدیم